برای بررسی گزارش واشنگتن پست درباره اهداف احتمالی حمله اسرائیل که بیشتر بهش اشاره کردم سمیرا قرایی از واشنگتن با ماست سمیرا تو این گزارش در واقع مدن اهداف احتمالی اسرائیل رو طبق بندی و فهرست کردن تحلیلگرانی که با این روزنامه صحبت کردن درباره حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی چی گفتن سیما واشنگتن پست در این گزارش آمده با تحلیلگران مختلفی صحبت کرده و اهدافی که ممکنه اسرائیل در خاک ایران بخواد مورد هدف قرار بده رو به سه دست طبقه بندی کرده اهداف نظامی هست که پیشتر هم شنیده بودیم که اسرائیل به ایالات متحده این وعده رو داده که فقط سراغ اهداف نظامی بره و اینها رو روزنامه واشنگتن پست در واقع به عنوان اهداف پایگاه های موشکی معنی کرده دیگری تاسیسات نفتی هست و آخری تاسیسات هسته‌ای پس نفتی هسته‌ای و نظامی یا به عبارت موشکی دستبندی هایی است که روزنامه واشنگتن پست انجام داده یکی از تحلیلگران گفته که تیر حرم نخواهد کرد اسرائیل یعنی قراری که اگر یک تیر بزنه الان اگر این فرصت رو به دست آورده که جواب جمهوری اسلامی موشک پرانی جمهوری اسلامی رو بده اون تیری که قرار هست شلیک بکنه رو حروم نخواهد کرد و ارجا دادن به صحبتهایی که آقای گالانت چند روز پیش انجام داده بود که حمله اسرائیل دقیق و قافل گیر کننده و مرگبار خواهد بود اما تاسیسات نفتی به عنوان مثال بهش جوری پرداختن گفتند که اگر که تاسیسات نفتی جمهوری اسلامی که البته پراکنده است و در یک جای مشخصی قرار نگرفته اگر اینها رو بخوان بزنن جمهوری اسلامی به دردسر بسیار بزرگی خواهد افتاد به لحاظ اقتصادی بسیار متضرر خواهد شد اما این مسئله روی مردم ایران هم تاثیر خواهد گذاشت و واشنگتن پست در ادامه میگه از اون جایی که آقای نتانیاهو مردم ایران رو خطاب قرار داده و گفته اسرائیل کنار شما می ایسته بعیده که در حمله اول بخواد کاری بکنه که مردم ایران بخوان متضرر بشند آسیب ببینن وضعیت بحث دیگر تاسیسات هسته است که اشارهشون مشخصا روی تاسیسات نتنز و فردو هست و به این اشاره میکنند که برای اسرائیل و در مجموع برای آسیب زدن به تاسیسات هسته ایران بحث فردو است که بحث بسیار مهمی هست و در هفته های گذشته هم این بحث ها بسیار مطرح شده که آیا بمب‌های های سنگر شکن خود اسرائیل نه ایالات متحده که میتونن نتنز رو بزنند چقدر توانایی زدن فوردو رو دارند که به این ترتیب بتونن آسیب بزن. به برنامه هسته ای ایران و طبقه دسته دیگری که طبقه بندی شده پایگاه های نظامی موشکی چهار تا پایگاه رو مشخصا در گزارش واشنگتن پست میشه دید که یکیش پایگاه امام علی هست که بهش اشاره کردند یکی دیگر پایگاهی هست که در غرب ایران باختران واقع شده پایگاه در تبریز هست و پایگاه نیروهای دریایی هست که در جنوب ایران واقع شده این چهار تا رو واشنگتن پست آمده به بهش اشاره کرده در صورتی که میدونیم تعداد اینها بسیار بیشتر شاید 25 پایگاه باشه ولی اونهایی که در غرب ایران هستند رو مشخصا به خاطر اینکه نزدیک هستند به اسرائیل میبینیم که در گزارش واشنگتن پست سیما بهش اشاره شده ممنون از توضیحات تو و همکار خوبم سمیرا قرائی از واشنگتن دی سی